وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به رسم هر سال نمایشگاهی از دستاوردهای صنایع دفاعی برپا کرده که برخلاف ادوار گذشته یک هم جنبه عمومی بیشتری داشت. توی این نمایشگاه انواع محصولات این وزارتخونه از جمله جدیدترین های نظامی به نمایش گذاشته شد که توی این برنامه به معرفی موارد شاخص اونها میپردازیم در بخش موشک های کروز موشک کروز ضد کشتی نصر یک نصر هواپایه نصیر قادر قادر هواپایه قدیر در کنار موشک ابو مهدی یا طلایه، که جدیدترین عضو خانواده موشک های ضد کشتی برد بسیار بلند ایرانه به نمایش گذاشته شد جالب اون که موشک طلایی ابعادی نزدیک به موشک قادر و قدیر داره و امکان به کارگیری در نافچه های دریایی ارتش و سایر شناورها رو هم داره در بخش تسلیحات هواپرتاب خانواده بمب های هواسرشی یاسین شامل یاسین 90 با برد 50 کیلومتر یاسین 98 با برد 70 کیلومتر بمب یاسین 400 با برد 150 کیلومتر و بمب یاسین 2000 پوندی به چش میخوره که جهت استفاده در جنگنده های فانتوم و سخو 24 ها ارائه شده همینطور بمب بالابان به عنوان نمونه کوچکتر 25 کیلوگرمی هم حضور داشت بمب های آرمان 1 و دو در کنار بمب های قائم 1 5 و 9 هم دیده میشدند نسل جدید موشک های سوخت جامد ایرانی با برد 1400 کیلومتر با نام حاج قاسم موشک زلفقار و آخرین نسل موشک فاتح 110 هم در بخش موشک های سوخت جامد و موشک های اماد قدر و موشک برد بلند خورم شهر چار در بخش موشک های سوخت مایه حضور داشتند. لازم به گفتن نیست که خورم شهر چهار سریع ترین و پیشرفته ترین موشک بالستیک برد بلند ساخته شده در صنایع هوافضاه. در بخش رزم زمینی انواع سیستم های راکتی شامل راکت های هدایت شونده زمین به زمین فجر برد بلند یک و دو راکت 122 میلیمتری هدایت شونده راکت فلق دو جدید که از کنیستر پرتاب میشه و دقت بالاتری نسبت به فلق دو قدیمی داره و علاوه بر سامانه های زده زره موشک های زد زره دهلاوی یک و دو به همراه پرتابگرهای یک و دو فروندیشون و الماس یک دو و سه و موشک بدر هم به نمایش در اومدن موشک بدر از انواع تسلیحات ضد زره دوش پرتاب و سبکه و توسط یه نفر قابل حمل و جابجاییه خمپاره و گلوله های هدایت لیزری بسیر یک و دو فاتر و میاد نسل جدید هم از مهماتی هستند که توی این نمایشگاه دیده شدن اجدر میاد و الفجر دو و مین رونده دریایی هم نسل جدید اجدرهای ایرانی هستند. در حوزه پهبادی علاوه بر پهباد تازه رو نمای شده مهاجر ده پهبادهای مهاجر 6 ابابیل 5 کرار 3 رهگیر و مجهز به موشک آزرخش هم به چشم میخوره همینطور پهباد انتاری آرش دو هم مجهز به کاونده تلویزیونی حرارتی و پهباد پرسزن زن سینا هم برای اولین بار رونمایی نمایی شدن در بخش تسلیحات رزم انفرادی مواردی از قبیل سلاحهای کمری سائقه ملی و روتور کاوه سلاح تکتیر انداز سیاد دو سلاح های نارنجک انداز 38 و 40 میلیمتری به همراه نارنجک های 20 و 60 میلیمتری سلاح های مساف 1 و 2 در کالیبر 5 و 56 و 7 و, و, و شاتگان های ماهر و سیاد و سلاح ضد استحکامات هویزه هشدار دو مرساد سه و آنتی نصر و ماسک های نسیم یک و دو و جلیقه های ضد گلوله روین سه و پنج هم دیده می شدن. در بخش خودرویی هم وزارت دفاع با دست پر وارد نمایشگاه شده بود و امرب های طوفان و رعد و خودروهای تاکتیکی تک و دو کابین عرس سه هم ارائه شده بودند در نهایت سایر موارد قابل ذکر در نمایشگاه رو میشه به اینها خلاصه کرد که موتورهای جت و مینی جت اوچ، طلاییه طلوع 5 و 4 و طلوع 10 و 13 توپ دریایی اوورلیکن 20 میلیمتری گاتلینگ اخگر و سیستم پدافندی سیاد تاکتیکی اشاره کرد و خب این مرور کلی بر این تجهیزاتی بود که توی این نمایشگاه به نمایش در اومد و دونه دونه احتمالا راجع به همشون توی مشکات پلاس برنامه داریم اگر این برنامه براتون مفید بوده که حتما نظراتتون رو بنویسید ما رو سابسکرایب کنید که از برنامه های بعدی جا نمونید حتما و ممنونم که با ما بودید خدا نگهدار شما